به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. پس از تماشای 36 قسمت جنجالی رسیدیم به رقابتی که میزبان برترین هاست، به رقابت نهایی فصل 11 مسابقه شهروند و مافیا. خوش اومدیم. بازی چه ویژگی داشت که رسیدی به فینال؟ والا من سعی کردم راحت بازی کنم دیگه، الکی درگیر استرس و این داستانا که اومدم تلویزیون مثلا خیلی سخت بگیرم نباشم. کلا من قبل از اینکه خودم قبلا که بیننده بودم فکر نمی‌کردم انقدر عوامل زیادی زحمت بکشن که مسابقه برقرار بشه. خیلی بیننده داره، خیلی زحمت می‌کشن. من نظرم کلید بازی مافیا تواضعشه. سعی کردم علاوه بر مافیا که از خود مافیا که دارم بازی می‌کنم، خود مافیا رو هم ازشون یاد بگیرم، درس زندگی رو ازشون یاد گرفتم. فوق‌العاده بودن، تک تکشون عالی بودن. آخه من رئیسی بگم، مثلا کلن نمیخواستم انتخابی بدن، نمیخواستم بیام شرکت کنم. نفر آخری بودم که ثبت نام کردم. انتخابی اول رو دادیم، تو سواحل روسیه بودم، طرفای سیبری و اینا، یهو یه تیر جنگی زدم برگشتم. بعد بازی انتخابی دوم خیلی خوب بودم، بعد گفتم حالا شاید زنگ زدن دیگه، اومدم همین جوری دیگه اشتباهی ما اومدیم بالا. اینقدر اومدی تا رسیدی به فینال ها؟ به نظرم که توی بوشهر بازی کردم خیلی ویژگیامو تقویت کردم. جدی میگم، یعنی بوشهر نمیل شهر کوچیکیه، واقعا پیشرفت مافیا داخل بوشهر خیلی چشمگیر بود. مهمترین چیزی که آیدم شد این بود که در اوج ناامیدی یه جاهایی ممکنه که دوباره امید به زندگی برگرده. تنها خاطره باحالی که دارم این مسیریه که من رفتم پشت صحنه، بیشتر از اینکه با بازیکن‌ها رفیق شم و بچه پشت صحنه رفیق شدم. من گفتم تو این یک سال میام و دوباره این کار رو انجام میدم، ولی این سری به فینال میرسم. حتی مرحله اول هم با خودت مصاحبه کردم، گفتم که من این فصل بگین که به فینال میرسم و رسیدم. من دوست داشتم بیام فینال، یعنی حتی نیمه نهایی میومدم اشمام نمیکرد. من فینال دوست داشتم که اومدم. من خودم به عینه میدیدم کسایی که دوستای صمیمی بودن با داورا، با مصطفی، نوید، نمیدونم پدرام، اینا دوستای صمیمیشون بودن، ولی خب واقعا حذفشون کردن. یعنی گفتم ما سر اینا بیشتر حساسیت داریم. برنده فینال اونی که به نظرم اخلاق و فدای بردن نکنه، چون دیگه فیناله دیگه. برنده اصلی که مردم هستن که دارن یه بازی زیبا میبینن. حسم میگه شهروندم و احساس میکنم شهروند بازی قطعا باید برنده این بازی باشه. مافیا هر تیمی برنده بشه بشه، ولی من توی سه نفر آخر باشم. من تا حالا تو زندگیم توی سه نفر آخر به مافیا نرسیدم. دو تا آرزو من محقق شد. یکی دیشب مراسم بله بارونم بود. بله با. آره خیلی مبارک باشه. و این هم آقا بزن، آقا بزن. آرزوم بود. سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به رقابت پایانی فصل 11. تبریک میگم بهتون بابت صعود و حضور در این مرحله. بینندگان عزیز، یک فصل جذاب رو پشت سر گذاشتیم. از سراسر کشور قشنگمون
شرکت کننده داشتیم، 10 نفر برتر اینجا حضور دارن برای رقم زدن یک رقابت فوق‌العاده جذاب و هیجان انگیز. آقایون براتون آرزوی موفقیت دارم. قبل از اینکه بریم سراغ دور معارفه، سری میزنیم به گروه محترم داوری. آقایون سلام، حالتون چطوره؟ آقای صادقی با شما شروع میکنیم. به نام تو آغاز میکنم که خدایی. منم سلام عرض میکنم و تبریک میگم به تمام دوستان که تونستن توی مرحله پایانی روی این صندلی ها بشینن. امیدوارم که لیاقتش رو داشته باشن. ما امروز آقای مصطفی هم در کنار خودمون داریم. بسیار جذاب شده تیم داوری. من فقط یه پیشنهادی داشتم، سعی کنید حتی اگر سخت‌ترین مسیرها رو داخل بازی پیش روتون گذاشتن، برای خودتون یک مسیر جدید ایجاد کنید و از اون مسیر به مقصد برسید. در واقع با این دیالوگ راهتون رو پیش ببرید که یا راهی خواهم ساخت یا ساخی راهم آخ. متشکرم آقای صادقی. خواهش میکنم. آقای صادقی امروز بیکارترین خواهید بود دیگه، درسته؟ میشینید میبینید و لذت میبرید. بله، ناظر کیفی هستیم ما امروز، نظارت میکنیم کیف میکنیم. عالی هستین شما. آقای نوید سلام و عرض ادب. سلام به شما، سلام به همه دوستان، تبریک بابت صعودتون به مرحله پایانی بازی آخر. خیلی خوشحالم که تمام چهرهایی که میبینم چهرهای جدیدن، تمامشون هیچ وقت تو هیچ فینالی نبودن. خیلی خوشحالیم که این بار به بازی پایانی رسیدن. این مسئله اول. مسئله دوم این که خیلی خوشحالم که از تمامی شهرها بچه‌ها رو میبینم. الان من چهرها رو که دارم میبینم از شهرهای مختلف، گیلان، مازندران، مشهد، اصفهان و شهرهای مختلف، حالا من بیشتر بوشهر داریم، از همه شهرها داریم. این واقعا ما رو خوشحال میکنه و تو ادامه راه بسیار بهمون کمک میکنه که بدونیم مسیرمون درسته. بازی جذابی رو براتون آرزو میکنه. متشکرم آقای نوید. آقای سینا سلام، حال شما چطوره؟ سلام، منم تبریک میگم بابت صعودتون به فینال. یه افسانه قدیمی هست، میگه شبی که ماه کامله پلنگ‌ها تو مناطق کوهستانی روی بلندترین صخره‌ها میایستن، به ماه نگاه میکنن، میپرن که چنگ بزنن به ماه، ولی خب دستشون نمیرسه و سقوط میکنن. شما وقتی تو مسابقه انتخابی شهروند و مافیا شرکت کردین، داشتین به سمت بلندترین صخره حرکت میکردین، مرحله به مرحله صعود کردین، به ماه داشتین نگاه میکردین، پریدین که چنگ بزنید، سقوط نکردید و به فینال رسیدید. موفق باشید. ان شاء الله هر وقت پلنگ شدین چنگ نزنید. متشکرم. آقای سینا یه سوال داشتم از خدمتتون. درسته که شما اجراهاتون رو میبردید مرکز خدمات شستشوی اتومبیل شماره 1؟ کارواش نگفتم که آقای صادقی داستان درست نکنه. ظاهرا میبردیم. میبردیم. درود بر شما. آقای حمید عزیز سلام و عرض ادب. درود بر شما، خرسندم امشب هم در خدمتتون هستیم. عرض شادباش دارم برای 10 بازیکنی که توی بازی پایانی هستن. من هم یک پیشنهاد دارم. اول برای مافیا، اگر یک موقع شهروند مثلا روتون زوم کرد، بوم بوم نکنه قلبتون، و اگر یک موقع شهروند شدید، هی لج نکنید، راه کش کنید از هم. از همش عالی بود. در خدمت رو هستم جناب نورایی عزیز. متشکرم. ای کاش با همون یه بعدی گفتن خلاص میکردین ما رو آقای حمید. بله بله. درود داشتم چی گفتید. و آقای مصطفی عزیز سلام و عرض ادب، حال شما چطوره؟ سلام، عرض ادب و ارادت. منم خوشحالم که تو فینال خدمت بچه‌ها هستیم. من حرفی ندارم، حرف‌ها زده شده، الان دیگه موقع عمله، ببینیم که بازیکن‌ها این بازی چطور بازی می‌کنن. درود بر شما. بریم سراغ دور معارفه. آقایون صحبت می‌کنن 15 ثانیه بدون چالش. شماره 1 بفرمایید. سلام بچه ها، پارسای بازیتون هم شماره 2 اسمتون اینجوری بکشن، الان مد شده همه میکشن، میخوان خودشون رو معرفی کنن. اتهام میزنم به شماره 368، ایشالله به 863 استدلال شما رو بدم بیرون، هر ست مافیا باشین. کیا بین 368 مافیا دارن؟ پس تو داری؟ متشکرم. آقایون لطف کنید شما هیچ کدوم حق نرینا رو بدن، شهری که ازش اومدین رو هم اعلام کنید. الان بکنم؟ بله. باش. من از قائم شهر اومدم. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. سلام بچه‌ها، شهریارم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم توی مرحله پایانی. من حس خیلی خوب میگیرم از شماره 1. بچه‌ها میدونین چیه این قنده؟ خب آوردم از شماره 3. اما تو دو تا اینجوری میزنی داداش، قندت که افتاد
قنده رو از من بگیری. سه مافیا، شش نمیدونم، هشت مافیا است به نظر. دوستان شهر رو بگین دیگه. آه، من از شهر دامغان ولی خب ساکن تهران. درود بر شما، خیلی خوش اومدید. بفرمایید. سلام دوستان، من احمدم، اسماعیل کاشی، خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. بچه‌ها هر کی به من دست بزنه زنبوره نیشش میزنه. حالا زنبوره کیه؟ شکیبه. این یه نکته. محمود به نظر مافیا، تو که فردا میری بیرون، تو که قطعی میری بیرون با استرس شروع کردی، تو قطعا مافیایی. به چرخه در میاریم برای بفرمایید. به نام خدا. سلام دوستان، عرض ادب، جلال بازی هستم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم، از تهران در خدمتتون هستم. من به نظرم مافیا این ور در میاد. من بین 6 و 7 و 8 سه تا مافیا میبینم. اینجوریه. بفرمایید. سلام اساتید، امیر سالارم از مشهد، خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. بچه‌ها من یه شب سیو دکتر میخوام، یگان جنگی میخوام. تفنگ. چی؟ از اینا میخوام. تفنگ. آ تفنگ میخوام. بچه‌ها شهروند زدم خودم میرم بیرون. یه مسئله. بچه‌ها من شماره 4 رو خیلی مشکوک میبینم. شما نکن، شما شماره 3 این آقای امیر سالار توی مشهد به تفنگ میگن گان؟ از اینا آره گان میگن. گانم میگن. بفرمایید. الهی به توکل نام اعظمت. سلام دوستان، اسم من شکیبه، خیلی خوشحالم که آقای نورایی به مرحله فینال راه پیدا کرد. درود بر شما. بچه‌ها جا رفیقام خالیه، متین داخل این فصل و رضا حسینی که اگه بود قطعا یکی از فینالیستا بود. آقای شماره 3 منم خیلی عسل دوست دارم. بفرمایید. سلام دوستان، عرفانم، خیلی خوشحالم تو جمعتون بازی میکنم، از شهر زیبای بوشهر، شهروند بازی به راحتی برنده بازی. آقای شماره 2 شما به علاوه اینکه حرفای شما رو تکرار کنین چیز برای گفتن داشتی؟ به نظر من تو مشکوکی. به نظر من آقای شماره 4 مشکوک، سه نفر قبل سوال کردن، از سه تا شخص شهروندی میگیره، سه تا مافیا داره، بعدش که هنوز صحبت نکردن. به نظرم آقای شاشکی من مشکوکه. تیم مافیا من 3 2 4 و 6. بفرمایید. سلام بچه‌ها، مرسادم، خوشحالم داریم با هم بازی می‌کنیم، چیزای جدید از همتون یاد می‌گیرم. خوشحالم که اولین فینالیست از شهر شهسوارم. شهسوار تا حالا شرکت کننده نداشته توی مسابقات شهروند و مافیا. من 3 تا اتهام دارم، احتمالاً خیلی سنگینه. شماره 2، شماره 4 و شماره 5. درود بر شما آقای مرسد، خیلی خوش اومدید. بفرمایید. بی برکت شده. بفرمایید. سلام رفقا، محمد حسینم، خیلی خوشحالم تو جمعتون دارم بازی می‌کنم. تنها نماینده استان البرز تو مرحله پایانی صحبت می‌کنه. الان تو 2 رو مشکوک داشتی، 3 رو مشکوک نداشتی، 6 هم مشکوک نداشتی. مرصاد احتمال زیاد مافیا، احتمال خیلی زیاد مرصاد مافیا. حرف مشکوک رو 3 و 6 زدن، تو گیر دادی به 2 و 1. حرفای اون رو تکرار کرد. متشکرم، خیلی خوش اومدین. سلام دوستان. بفرمایید. سلام دوستان، محمود بازیم، خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. ببینید دوستان، شماره 7 قطعاً سیاه بازی میگه، 3 2 4 6 این شد 4 تا سلطان، قربونت برم. یعنی ذهنت اینقدر به هم ریخته است. شماره 7 از این طرف، من شماره 4 واقعا سیاه میبینم. اوجب حالا من چون شهرم طولانی بود، من گذاشتم تایمم تموم شد بعد بگم. من فرزند ایرانم آقای نورایی، پدرم یزدیه، مادرم اصفهانیه، مادر بزرگم تهرانیه، خودم مشهد به دنیا اومدم، بله. 12 سالم تهران زندگی کردم. درود باشه. نهایت سوء استفاده رو از زمان کردم. آره اینو می‌خواستم بگم، کلا تایمم تمام بود دیگه. زمان. زمانم تمام. من فارسی خیلی کم بود. بله متوجهم، همه دوستان همینطورن. مشهدی. با الهام من. شب میشه و شهر به خواب میره. خب یه خواهشی میخوام بکنم از گروه محترم داوری، 4 داور عزیزمون به جز جناب آقای مصطفی بخوابن لطفاً. آقای مصطفی شما میتونید بیدار باشید و از اتفاقات شب لذت ببرید. آقای نورایی. بله. من خوابم نمیاد. بخوابید آقا. بله. تلاش کنید. رئیس مافیا از خواب بیدار شد. ناتو گروگانگیر تایید، رئیس مافیا و ناتو بخوابن. گروگانگیر، رئیس مافیا تایید، ناتو تایید، گروگانگیر بخوابه. نگهبان بخوابه. کاراگاه بخوابه. تفنگدار بخوابه. پزشک
بخوابه و تکاور شهرمون، تکاور هم بخوابه با الامن. روز میشه و شهر بیدار. باریکلا دکتر. صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 1 بفرمایید. چالش شماره 10 بعد من. ببین شماره 8 تو اکسیپیتالت شله، پس ذهنت مثل قارچ ریخته وسط استودیو داره رشد میکنه. رفیق تو مگه دو گفت من از یک حس شهروندی میگیرم؟ عدم تایید این وسط استودیو رو سوراخ نکرد. چرا راجع ما صحبت نکردی؟ اتهامت کویت عربستان داداش. شماره 5، من خیلی دوستت دارم ولی تویی که بین ما سه تا مافیا نداری، چرا چهارو مؤاخذه میکنی؟ آی پارسا جاکم. چیش؟ اکسیپیتال این استخون پس سر رشد نکنه. بله. پس سر میریزه پایین. خب. خیلی چاکم. استخون پس ذهنی جمجمه. درود بر شما. برای 8 رشد نکرد. متشکرم. بفهم. نفر بعد. بله، اکسیپیتال فعلا به اکسیپیتال بود دیگه، ولش کن. ببینید بچه ها، من امروز میخوام با من شماره 7 رو بازی کنید، شماره 8 هم بازی کنید، شماره 3 هم بازی بکنید. ببینید شماره 7 قطعا سیاه بازیه. شماره 3 تو اصلا فروپاشی درونی کردی قربونو برم. چش تو چش که شدیم گفتیم آخ آخ بازی منو گرفت. 3 قطعا سیاه، 7 قطعا سیاهه. چالش بچه ها، شما اینو صحبت کن. من اول صحبت کنم. محمود جان، الان نظرت راجع به سخنهای زیبای پارسا نسبت به شماره 8 چیه؟ الان پارسا شهرونده مرساد مافیاست یا مرساد شهرونده اون مافیاست؟ دخالت نکنم تو روند بازی 7 چرا؟ چرا؟ بفرمایید. بچه‌ها به نظر من شماره 10 خیلی مشکوکه. ببین من دیروز تو الان، یعنی من امروز گفتی خروجی من باشم؟ امروز خب خروجی من، هیچ مشکلی نداره. الان مرساد تو به من تارگت زدی، من به شماره 3 تارگت دارم، کندش اومدم بگیرم پسر. ایشون مافیاست. شماره 8 حرف مشکوک ما سه تا رو دیده. امیر سالار شماره 4 درسته راجع ماش نظری نداشت، تو راجع 4 نظر داری، راجع ما سه تا نظر ندادی. مرساد بعد من صحبت کنم. ببینید بچه‌ها، مشکوک ترین حرف بازی شماره 9 میزنه. ببین شماره 9 شما لپ منو میکشی، تارگت صفتو میزنی، میگی من مشکوک صحبت کردم، 8 که منو ندیده مافیا. تو باید بگی من مافیام که 8 ندیده یار منه دیگه. بچه‌ها 9 قطعا مافیا. شما چرا همینو دیشب دیروز نگفتی؟ چرا همین حرفو دیروز نزدی؟ من که قبل تو صحبت کردم. 10 مافیا، 9 مافیا، یک کره دیسلایک و لایک میگیری؟ تایید آدم. آقا یه لحظه اجازه. آقا یه لحظه معذرت میخوام. امتیازاتتون رو گرفتین اومدین، نه وایسین آقا، امتیازاتتون رو کسب کردین اومدین نشستین تو مرحله پایین، راحت به زبان مادری صحبت میکنید دیگه. لطفا به قوانین مسابقه شهروند مافیا احترام بذارید. دوستان بفرمایید. ای بچه ها، شماره 3 قطعا شهرونده. کسی رو مافیای آقا نمیاد بگه آقا مافیاست. شماره 9 مافیاست به دو دلیل. دو تا صحبت کرده تو بازی، یکی نوبت معارفش، یکی چالشی که گرفته. هر دوتاش راجع به نفر قبلی بوده که خودش صحبت کرده. دیروز فقط صحبت منو دید که نفر قبلش بودم. امروز چالشی که گرفت فقط کره صحبت شماره 10 گرفت. این شماره 9 قطعی مافیاست. شماره 10 بفهم. من صحبت کنم. شماره 8 قربون برم. شماره 9 داره میگه من مافیا. من میگم شماره 3 مافیا. شهروند قطع شماره 3. پس نباید منم شهروند قطع باشم. ببینید دوستان، الان چرا شماره 7 نه؟ تو بگو چرا نه. من تو آخر صحبت خودم تو پیش معرفه گفتم 7 قطعا. از دو نفر چالش گرفتم میگم 7 قطعا. این ریلکسش 3. بعد شماها بلند شدین به من دارین اتهام میزنین. نفر بعد. ببینید شماره 7 و 8
به نظرم جفتش میتونن مافیا باشن. آقای مرساد بازی شهروندی دین نیست شما. ببین خیلی آگاهیت بالاست. عدم تایید و تایید این وسط همشه. ببین امروز 7-8 میان دفاع. بفرمایید. آقا چالش، آقا شماره یک بعد بنده صحبت کنی. آقا امروز خروجی یا با ساید من بازی میکنی، من شهروندم. فردا یا گان میخوری تو من شهروند، یا تفنگ میدی. یا شماره 4 رو میدیم بیرون امروز، یا شماره 6 رو میدیم بیرون. آقا تو از شماره 9 چی میدونی؟ که اینجا من 9 دارم میکنم دیسلایک میدی تو بازی؟ نمیشینه. 6 مافیاه، 4 هم مافیاه. شما عسل دوست داری؟ عسل دوست داره یعنی مافیاه یا شهرونده؟ این نمیشینه برای من. نمیشینه برای من. هم 6 مافیاه، هم 4 مافیاه. نفر بعد. عسل یعنی شماره 8. این ادا اصوله چی؟ کیو گرفتی؟ شما مگه وقتی شماره 10 اتهام میخورد عدم تایید نشون ندادی؟ سه کسیه که داره موج روی 10 و کسی که 10 رو میزنه رو مافیا داره. چجوری شماره 3 رو ما شهروند داری؟ یه چالش شماره 6 بده من. چالش مال خودت عزیزم. عشق من تو، من فدای تو بشم من. تو حرف منو گوش کن. این 3 بلند شده به 9 اتهام میزنه، درسته؟ به 10 اتهام میزنه. 9 بالاخای 3 به 10 اتهام میزنه. 3 حق نداره بین 9 و 10 انتخاب کنه مافیا در بیاره. بچه‌ها 3 مشکوک، 8 از 3 مشکوک تر. دوستان یه لحظه اجازه، اصلا روزی که اینقدر داد و بیداد نره. خیلی مد شد. اصلا معلومه بازی. آقای شماره 3 چالشش رو میده به مرساد که این موجی رو شماره 9 تقویت بشه. قشنگ معلومه این یعنی بین مرساد و آقای شماره 3 در کمترین حالتش یک مافیا. میگم آقا چیکار میکنی؟ چه شاتو اینقدر شماره 6 از شماره 9 چی اینجوری که مثلا ترسیدم؟ اگه شهروندی ول کنه، اونم شهرونده ما. بفرمایید. چالش برای شماره 2 صحبت نکرد. ببین شماره یکی بونانش شما گفتید که گفتید شماره 9 چالش گرفته که حرفای تکراری خودشو بزنه. خب چه دلیلی داره مثلا مافیاس برای چی باید حرفای تکراری خودشو بزنه؟ درسته اون شماره 9 با من هم تارگت، درسته من احساس می‌کنم 10 هم شهروند بازیه، ولی مرساد قطعاً مافیاس. مرساد تو اگه به این میگی شهروند، درسته این میگه خروجی بازی باید من باشم، من چیم؟ بفهم من مافیاس باشم. این شما دوتا ذهنتون رو قفل کردین فقط روی شماره 3 و شماره 8. من احساس میکنم شماره 3 و 8 جفتشون داخل یک طرف اصلا طرف شهروندی. من اینطوری فکر میکنم. مگر عرفان هنوز صحبت کرده که عرفان بره بیرون؟ عرفان تر معرف 3 تا اتهام زده، هنوز صحبت کرده. تو خود دوتا چالش گفتی فقط عرفان بره بیرون. عرفان چرا بره بیرون؟ تو به نظر من مشکوکی. شماره 9 بلاش در حمایت است، من داره تو رو میکوبه. تو داری قانعش کنی که چرا من شماره 3 مافیام. شماره 4 تو کل مافیات با این آقای مرساد به این دلیلی که لایک و دیسلایک زیاد از تایید آدم تایید زیاد داده با من که تو اتهام زدم فقط کل دلیل بازی مافیات. تو هم بازی شبانه نیست. شماره 4 به نظر من مشکوکه. من یه مافیای جدید دارم شماره 6. ببین شماره 6 الان 9 به 2 چالش داد، 1 به 10 چالش داد. این چه کره‌ای بود الان گرفتی؟ یعنی ما دو تا مافیاشو داریم انقدر تو روز ما هم دیگه تابلو به هم دیگه چالش میدیم. بچه‌ها 6 مافیاست. 9 که من سر صحبت کوبینمش دوستان خشوش نمیفته. این بچه‌ها من یه تیم شهروندی میچینم، روز به روز گستردش میکنم. میخوام خودم تو بازی باشم، خودم نباشم. این تیم شهروندی بازی میکنه. شماره 3 شهرونده، عرفان شهرونده. عرفان من تو بازی بودم، شما تو بازی بودی، آقا جلالم تو بازی بود. من با چه دلیلی شماره 9 مافیا رو گرفتم؟ گفتم تایید و عدم تایید من توی مافیا رو اذیت میکنه. شما تموم صحبت تایید و عدم تایید و اطلاعاتی بود که با من دادی در صورتی که با من بازی کردی. شماره 4 قطعی مافیاست. صحبت خودش رو میخوای بشنوی؟ شماره 4 قطعی مافیاست. شماره 1 که تمام اتهامشو گذاشته فقط روی من. شما میگی شهرونده، من به کسی که به من اتهام میزنه نمیگم شهروندی که بد بازی میکنه، میگم مافیایی که داره خوب بازی میکنه. شهروندش تارگت نمیزنه، اتهام نمیزنه. خب منم بهت اتهام زدم دیگه، الان من شهروند مافیا. چالش اولت گفتی من مافیام، هیچ دلیلی نیوردی، کل نوبت تو برای 4 دلیل آوردی، داش گفتی یکم مافیاستا. همه نوبتای صحبت رو به یک به عنوان یک شهروند داره توضیح میده. تو بلند شدی میگی من به اون نمیگم شهروند، به اون میگم مافیا که داره خوب بازی میکنه. مرساد اینجا مافیاست، شماره 6 احتمالاً مافیاست. من حرف مشکوک زدم، تو داری از من حمایت میکنی، احتمالاً اینم مافیاست. بفرمایید. 4 شهروندا، 5 صحبت. آقا یه لحظه گوش بده، تو مگه دیروز اتهامت 638 نبود؟ 3 6 8، امروز 6ت کجا رفت؟ فقط تارگت تو قفل کردی رو 3 و 8 بازی.
بعد آقای شماره 2 بلند شد دیروز میگه من درباره شماره 6 نظری ندارم، امروز هم با شماره 6 کاری نداره. بچا من 6 رو از همه مشکوک تر واقعیتش میدونم. 368 دلیل منت اولا برسه. که پهلوان جماعتی جا نمیره، آقا جلال نشسته صفر. یک دو این که بچا ببینین فرض بگین شهروند بازی نشستین، یک نفر بلند میشه، هنوز شما صحبت نکردید، از سه نفر چالش میگیره شماره بده بیرون. این یه طرف. یه طرف دیگه دو تا شهروند قد دارین، اون دوباره به شهرونداتون هم میگه مافیا. یه دونه مافیا دارین شماره 4 به اون میگه شهروند. خب بعد این براتون چی بشینه بچا؟ شما شهروند بازی چی باید بشینه؟ بعد مافیا بشینه. درسته این اتفاقی بین من و شماره 7 افتاده. 7 تازه به من میگه تو مشکوکی، تو شماره 3 و 8 برات شهروندم، برام مافیا. شماره 4 برات مافیاس، برام من شهرونده. من هنوز مشکوکم. بعد شما به این نمیگین مافیا. زمانتون خیلی وقت تموم شده. چون امتیاز منفی نداره. بفرمایید. اخراج ولی داره. بله ببخشید. خواهش میکنم. میریم سراغ رای گیری. رای گیری برای پارسا. شهریار. احمد. جلال. امیر سالار. شکیب. عرفان. مرساد. محمد حسین. محمود. شماره 8 تک دفاع، یک نفر اتهام. اتهام شکیر. بدیم یک نفر حمایت. امیرعباس. بفرمایید. ببین آقای مرساد، شما روز اول بازی دو نفر رو میای حمایت میکنی، میگی این دوتا قطعی شهروندن، بعد به یه نفر دیگه میاد حمایت میکنی میگه تو از کجا میدونی؟ یه نفر به شما اتهام میزنه، میگه کسی که من اتهام میزنه قطعی مافیاست که داره خوب بازی میکنه. بعد آقا این کجا یه حرف مشکوکه؟ من میگم یه موجی رو شماره 9 راه میفته، این سری چالش میده اینو تقویت بکنه، جفتی دارن نور میکنن با اینکه 9 حرف مشکوک. من چه گفتم تو شهروندی؟ ولی بچه روزی خروجی نداشته باشه. بفرمایید. روزه که اصلا نباید خروج باشه استاد. آقا با 5 تا رای اومده توی دفاعیه، تو چی جوری به شهروندی شماره 9 رسیدی آخه؟ آقا شماره 6 قطعا بچا امروز مرساد به هیچ وجه رای نمیدینا. بازی احساس میکنم کاراگا داره. کاراگا میتونه بره استعلام بگیره. فردا مشخص. متشکرم. آقای مرساد دفاع کن. بچا من نمیگم کاراگا استعلام منو بگیره، استعلام اتهام منو میگیره. فردا بلند میشه طرف من خونده میشه تو شهر. بلند میشه سلام 9، سلام 1، سلام 4 خونده میشه. یک فقط یک رای داشت، من شهروند بودم. من 3 تا اتهام زدم، 3 تاش به من رای دادن. شکی تو به من اتهام زدی، بعد الان بلند شدی من تو دفاعی هم اتهام گرفتی. 4 تایی که من اتهام زدم 3 تا مافیا توش در میاد. همتون دارین پارو میزنید روز یک منو بکنین بیرون. من 1000 شهروند، اون یه دونه شهروندی که بین اون 3 تا مافیا جرئت نکنه رای بده. من شهروندم، شالله نیست، واقعا شهروند. متشکرم. رای گیری مجدد برای مرساد. آقای مرساد سابقه دار، بفرمایید بشین. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از دو نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا بجز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابن. کاراگاه. بخوابه تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تکگیر اندازی دارید. بخوابه پزشک. دو حق انتخاب.
بخوابه. تفنگدار، شما میتونید حد اکثر دو تفنگ به شهر بدین. بخوابه. دست همه عزیزان جلو برای دریافت تفنگ. دستایی که لمس میشه فردا تفنگ خواهند داشت. این دستاتون رو بندازین عزیزانی که تفنگ دریافت کردن. تایید. متشکرم. با اله من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 10. آقای محمود خسته نباشید. تا اصلا فروپاشی درونی کرد. مدت رو همین دیشب نگفت، دیروز نگفت. کسی که داره موج روی ده و کسی که ده میزنه رو مافیا درست. من احساس می‌کنم ده هم دهوند بازی، ولی مرشاد قطعاً مافیا. سه مافیاس، هفت مافیاس. فکر میکنم دو هم مافیا باشه. یعنی در واقع شد یک، دو، هفت؟ نه نه، دو، سه، دو، هفت. دو، سه، هفت. آره. تونستی کمک به شهر بکنی؟ دیگه اگر اینا درست باشه، دو رو دماغ صحبت نکردم. تفنگاتو دادی ولی؟ آره جنگی مو دادم. خب دادی به چهار اگه اشتباه نکنم. آره، امیدوارم چهار بزنه هفت. چی؟ فکر میکنی چی باشه چهار؟ چهار فکر کنم شهروند باشه. یک دور صحبت میکنید آقایون. 25 ثانیه با چالش از شماره 9 بفرمایید. چالش شماره 6 صحبت. من صحبت بکنم. آقای مرساد الان باید یه دونه حلقه مافیایی ایجاد بکنیم دیگه. من شهروند باید یه دفعه با این ور بازی کنم ببینم چی از توش در میاد، یه دفعه با اون ور بازی کنم ببینم از توش چی در میاد. تو الان داری میگی کی مافیا؟ یک مافیا. چهار تا نمیگی یک و چهار مافیا دیگه. من به همراه آقای شماره 9 به همراه آقای شماره 10 موافق این بودیم که شما مافیا هستی. الان یه دونه حلقه میشه شما، این آقا که میگی چای حلقه میشه من، این آقا که میگیم شما. کی به کی میچربه؟ تو میچربی؟ مافیای بابا. بچه ها خوب گوش کنید. این چون خواستیم روز یک خروجی نداشته باشیم من به تو رأی ندادم، ولی حرفی که زدی کاراگاه استعلام منو نگیره، استعلام اتهام اصلی من که 9 1 و 4 رو بگیره. چرا استعلام تو رو نگیره؟ چی میترسی؟ تا صبح سلام منو بگیره، من که شهروند. حرفت خیلی مشکوک بود. شماره 10 چرا باید تیر بخوره؟ کجای جریان بازی بود شماره 10 تیر بخوره؟ بفهم شما چا. ببین مرسد اگه شهروندی بعد از من دندقه بگیری. ببینید اون شماره 10 منو شهر خونده بود. بعد شماره 5 شماره حمایت کرد با 6 دست پامین حمایتو بگیرن. باید به این اتهام بزنن اگه واقعا شهروندی. بفرمایید. خب یالا. بچه ها دیروز اتهام خیلی ها بودم، امروز توضیح شنونده خیلی ها هستم. من آقای جلال مافیا دارم، من دندقم نمیگیرم. آقای جلال برای من مافیای قطع این بازیه. شماره 9 مافیای قطع این بازیه. شماره 1 مافیای قطع این بازیه. شکیب اگر شهروندی داری طرف اشتباه رو برای بازی انتخاب میکنی. اگر شهروندی. متشکرم. به تو میرسه. من شماره 1 خواهر باشه. ببین مرساد من دفاعت اصلا برام قانع کننده نبود. تنها دلیل رأی ندادنم بهت این بود که دست 4 نفر برای حمایت از تو اومد بالا. منو قطعی مافیا داری؟ حتی اگه دندقه بگیرم با 4 مافیا داشته باشم؟ ببین من یک روز با هم بازی کنیم. من از تو دندقه بگیرم استاد. 9-6 فعلا یک روز با مرساد قانع نفر بعد. اوکی. 4 خیلی مشکوکی. بین آقای شماره 4 شما الان چالش میگی در مورد تیر شب صحبت میکنی که چرا خودت شهروندی، بعدم میگی مرسا بعد به حمایتاش اتهام بزنی. چرا بعد به حمایتاش اتهام بزنی وقتی چند نفر میخوان پوشش کنن، چند نفر جلوشو گرفتن که هول مافیایی نشه؟ مثلا آقای شما نسو داخلت نوبتت گفتی من مشکوک شو صحبت کردم. آقای شکیب من مشکوکو حمایت کرد. تو اگر مشکوک صحبت کردی کسی که به اتهام میزنه حق داره اتهام بزنه. چرا هم کسی به اتهام میزنه به نظرت مشکوک، هم کسی که حمایت کرده در صورتی که تو مشکوک صحبت کردی؟ یک مافیا بینید دو نفره، یک مافیا بینید شماره 4 شماره 5 نفر بعد شماره 9 صحبت. من اول صحبت کنم.
بچه‌ها من روزیه گنگ بودم، یه دامی پن کردم برای تیر شب اول. آقای جلال بلند شد گفت بله، ما کسی که به من میگفت شهروند شاد کردیم که الان همچین سناریویی داشته باشه. اینجای بازی من همراه با تو و مرساد شماره 4 رای میدم. مگه من مافیا نیستم؟ امروز با تیم شهروندی یارمو دارم میفروشم. مشکلتون چیه؟ آها، عدم تاییدت قشنگ شد. اصلا مورد نداره تیر جنگی منو بزنه، میخونه شهروند 2-4 احتمالاً مافیا. ببین بچه‌ها، آقای شماره 4 چند تا حرف اشتباه میزنه. مثلا معارفه میگه مافیا همشون وره، دو نفر شماره 3 رو گردن گرفته بودن. امروز بالا میشه میگه شکیب شماره 6 حمایت اینو گرفته، من که اصلا اتهام اینو گرفته بودم. میگه شهرونده منو خونده، ولی من نمیتونم تشخیص بدم این شهرونده یا مافیا. بچه من دیروز گفتم دو نفر دارن موج رو شماره 9 تقویت میکنن. مرساد اومد تو دفاعیه، 3 نیومد تو دفاعیه. آقای شماره 10 سر مافیا داشت، 7 هم مافیا. تو الان هر انجه من همه بلنشن بگن چا نفر بعد اینم مافیاستا. من صحبت کنم. بچه‌ها شماره 1 مافیاست، مافیاتر از شماره 4. این شماره 4 یا اون مافیایی که داره فروخته میشه، یا شهروندی که مافیا همراه شدن با ما دارن به شماره 4 میکوبن. همه الان منو شهروند دارن میگن با طرف من بازی میکنن، میگن 4. شماره 1 مافیاست. شماره 1 من گرفتم. بفرمایید. یک مافیاست. نفر بعد بشین بازی کن. آقا الافی گوش بده، دادم چالشم. بچه‌ها من بازم دارم میگم 6 مافیای بازیه. آقا تو اینجوری میکنه که اکتای مافیاییته، ناراحت میشی. 6 مافیای بازیه، 4 هم مافیای بازی. تو اگر شهروند بازی باشی 7 میشه مافیا بازی. تو آگاهی داری از تو شهروندی، چون به تو اتهام نمیزنه. میگه بین 8 و 9 یکی در میاد، یکی بین 4 و 5 در میاد. اتهام اصلی شماره 10 کی بوده؟ آها نمیدونی. بفهم از من شیش صحبت کنه. ببین اتهام اصلی شماره 10 آیه عرفان بود، شماره 3. ببین اگه تو در دیوار بود که شاتش نمی‌کردن دیگه. بعد آقای عرفان هم گفتن لوپ پیش کشید، گفت شما مشکوکی. درسته آقای عرفان مافیا هستی یا نیستی؟ هستی دیگه. من تفنگ دارم. تایید میشه. عرفان میذارم. بوری کلا. آقای عرفان وصیت. مرسی. اینجوریه. بازیش اینجوریه. امروز بازی آقای جلال با اجماع آرا وارد دادگاه میشه، با اجماع آرا میره بیرون. من مافیام، چون که آقا مثلا به یک اتهام داشته من یه آقا وقتی مزنه اتهام بود فقط منو مرساد مافیا دیستاک دادیم. تو چالش گرفتی در حمایت از من، اون آقا رو کوبیدی، جفتمون شهرم بودیم. یعنی مثلا طرف داره من میکشم شاتش میکنم. آقای شماره 4 مافیا، آقای شماره 9، آقای شماره 1 به نظر مافیا. شماره 1 تو به نظر خودت این آقا مشکوکه، چون دست 4 نفر برای حمایتش بالا بوده. پسا به کسی که حمایتش کردن اتهام بزنید دیگه. چرا آقای شماره 4 همین حرفو تکرار کرد؟ داره میگه بازی میکنه شماره 4. شماره 4 امروز با اجماع رو خروج میکنه. تو فردا کدوم تا پانی ها نمیدونم. نکنه شهرم بشه. با طرف شهروند رقابت رو ترک میکنه. خسته نباشید آقای عرفان و پشت صحنه همراه باشید. آقا جلال ناامیدم کردی، کاش 3 رو میذاری. آقا شماره 1 مافیاست، شماره 4 به نظرم مشکوکه، بین 6 و 9 هم یکی دیگه است احساس می‌کنم. چند؟ بین 6 و 9 یه دونه. 1 4 بین 6 و 9. آره. خب چرا تو واسه شهر مشکوک بودی حالا؟ شما هم آقا جلال اینجا پیچید بهت، همین که آقا جلال شهروند میگه. بله. بفرمایید. آقای جلال مگه نمیگی اتهام آقای عرفان بوده شماره 3؟ چرا شماره 3 رو نمیزنی؟ تو یه دکی که تکاور داره میان اتهام مستقیمشون رو میزنن که وقت بزنه تو کلش. بعد بچا نگاه کن، مرساد هم مافیاست. ما داریم همه میگیم اون شهرونده میگه جلال مافیاست، من میگم یو شک میکنه، میگه نه من یکو گرفتم. من بچا مرساد مافیا، جلال مافیا، شماره 3 مافیا، هممون شهروندیم. یک چیز دیگه میگه یک چک مافیا. بفرمایید. شو نمایان بزنیم ایشون صحبت کنه بعدم. بچه‌ها آقای شکیب شما مافیای بازی هستی به دو تا دلیل. ببین تو یه جا برگشتی گفتی اتهام اشتباه، تو از کجا میدونی اتهام درسته یا اشتباه؟ حرف مشکوکه دیگه آقا.
این حرف مشکوکه. این دلیلی که امروز داری برای بنده میاری استاد منو نگاه کن. بزرگوار منو نگاه کن. این دلیلی که داری برای دیروز اون میآوردی برای دیروز میتونستی برای من بیاری. من دیروز نیومده بودم تو دفاع. چرا الان اینو میگی؟ بچه‌ها شکیب مافیاست. هر کی کارت شرمنده داره فقط شکیب میره بیرون. بفرمایید. فقط شکیب میره بیرون. ببین چالش آقا جلال چالش داشت. عرفان خونش گردن خودشه. من میخواستم اول شما رو بزنم. همین که دندقم گرفت گفت یک چیز نکاید نداشتم. ببین الان شماره 6 مشکوک واسه من با 9. ببین من شهروند بودم به رأی یک دادم رأی دو ندادم. مرسی اگه شهری 6 خیلی الان داره ازوجز میزنیش. بفرمایید. مرسی صحبت کن. میخوام از امروز روز آخره دیگه اگر تیر بشینه که بازی تمامه دیگه. ولی خب به نظر من رأی بدیم یا وایسیم تیر شب بشینه تو 4-3. تیر شب بشینه. این اگر من یه خروجی داشته باشم شماره 1 قطعی برای من مافیاست. اصلا راه نداره یک شهروند باشه. راه نداره یک شهروند باشه. قیافه رو نگاه 1000 مافیاست. نکست بده. بچه ها یه مسئله ای هست. مرساد دیروز بازی درسته یک کسی براش اجماع گرفت، شما یک درسته، شما براش اجماع گرفت درسته. مرساد شهروند بازی بود، هیچ تلاشی نشد برای شه شهروند دیگه بیاد بالا، درسته. بعد همه هم نه قطعا مافیای بازی، نه هم عقیده بود که باهاش با 4 رای بده و راجع به 4 هیچ صحبت نکرده بود. مرساد به نظرم این شهرونده. ببین من که مطمئنم شهروندم دیگه. سه مافیاست، نه مافیا، چهار. چالش واسه شماره 8 بعد من. رفیق تو پوستت برای جنگیدن با من زیادی روشنا. 3 روز بازی بلند شدی منو گردن گرفتی. تو اگه منو مافیای بازی داری 9 و 6 دارن پشت دست من بازی میکنن. در صورتی که تو هر دوی اونا رو شهروند داری. نظر راجب شماره 4 مگه 4 الان یه شهروند نزده؟ این سوسول بازیه چیه؟ فردا بریم یک دونه بزن. برو بیرون داداش، من همه چونو میدم بیرون. امروز فقط 8 ساعت بری بیرون. برو آه نکن داداش، همه چونو من میدم بیرون. آقا من همه رو میدم. من چیه؟ من زمانی که اولین نفری بودم که شماره 4 آقای جلال رو وارد بازی کردم، تا قبل از من هیچ کسی نگفته. من اتام فورس چی میشه؟ اصلی اتهام اصلیم آقای جلال بود تو دفاعی دیگه. گفتم آقای جلال مافیا، محمد حسین مافیا، با پارسا مافیا. متشکرم. دیگه متشکرم. میریم سراغ رأی‌گیری برای پارسا. آقای پارسا بیستید دوستان. شهریار، احمد، جلال، امیر سالار، شکیب، مرساد، محمد حسین. بفرمایید بشین. دو نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره 1 و شماره 4. یک نفر راجع به پارسا صحبت کنه. شماره 6 برو. یک نفر راجع به جلال. بفرمایید. آقا نمیشه که اینجوری. یک نفر گناه کرده تو بازی. اون آقای شماره 3 این بلند شده گفته اتهام این بوده این بوده، با تیر اونو زده، کاری به این نداره. بعد آقای شماره 3 هیچ کاری به این نداره، میگه شکیب مشکوک پشت سر این. بعد تو اولین کسی بودی که اسم شماره آقای 4 آوردی. سلطان تو که شهرونده داشت میکوبید، من میکوبیدم، موجود داشت شک میگرفت، گفتی نه یه این قصر سوزن استدلال بیار، یک اگه مافیاست با این بازی این قصر سوزن بیار که اون مافیا فقط یک. بعد تو با اتهام مستقیم رأی میدی به یک؟ بفرمایید. تو اینقدر سر سوزن بیار که آقا شهرونده. تو اینقدر سر سوزن بیار که آقا شهرونده. تو چجوری به شهروندی آقا رسیدی؟ فک تو جوراب میاری برای من ها. بشین بابا. آقا امروز به نظر من رأی ندین. بذارین شات بیش. آقا خب شات اگه شهروند تیر شب. جان؟ تیر شب. تیر شب بشینه شهروندی آقا مثلا شهروند باشه بره شات بزنن از این از اینا بزنن. تیر شب. آره از اینا بزنن. بازی رو میبازیم آقا. متشکرم. بذار فردا دیگه. بفرمایید بیستید و دفاع کنید. ببین شماره 9 من مافیا میشم میجنگم. مثل تو ترسو نیستم با یکی بازی کنم با یکی دیگه رأی بدم. که الان که ما رو آوردی دفاع، من قرار بوده شماره 4 تو شهر اجماشه من با 4 تا رأی با رأی خود شماره 4 با رأی مرسادی که شماره 4 گرفته اومدم دادگاه. من چیم؟ مافیا ها؟ بچه من نمیدونم. اگه این 1% شهروند باشه این داره اینجوری نمایان به من میگه مافیا بازی رو گند زدی توش داداش. من روزه اینو درست گرفته بودم 17 نفر 5 مافیاست. تو مگه روز معارفه نگفتی
به جلال خورده نگرفته الان چرا بالا خالی متشکرم آقای جلال بیستید و دفاع کنید ببینید من که قطعا شهروندم اگه کسی کارت شهروندی به من نباید رای بده خب ولی آقای پارسا ببین شما کلا بازی رو به فان گرفتی ببین الان وضعیت قرمزه اصلا هیچ استرس ببین من اگه تو بازی رو بهت رای میدادم ولی الان من خودم ببین بعد تفنگدار من شهروندی من تیر اصلی داده بوده دیگه الان همه تو متفق قول یعنی من یه یار نداشتم من که یار فروش نیستم کلا تو مافیا ولی مافیا یعنی هیچ کدومش نمیدم مثلا یکی از من هم بزنه ببین من قطعا شهروندم به من نباید رای بدید پارسا برای خودم بودم رای میدم حالا خودتون میدید بیستید لطفا شما به هم حق رای ندارید رای گیری مجدد برای پارسا جلال بفرمایید بشینید سابقه دار صحبت نباشه خارج از نوبت دوستان با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره نگهبان شما میتونید از دو نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید بخوابه گروگانگیر کسی که انتخاب میکنین امشب توانایش را از دست خواهد داد بخوابه گروه مافیا به جز گروگانگیر رئیس مافیا اعلام کنه گروه مافیا بخوابن کاراگاه بخوابه تکاور اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید تحت تکتیر اندازی دارید بخوابه پزشک دو حق انتخاب بخوابه با اعلام من روز میشه و شهر بیدار خداحافظی میکنیم با شماره 9 محمد حسین خسته نباشی پشت صحنه همراه باش بازیکنان خوبی هستند طرف بازی رو خیلی سخت میشه داره بود چهار اگه شهرمند باشه باخت شهر تقصیر چهار چرا اصلا نمیتونید همدیگر رو پیدا کنید شهرونده چرا نمیتونن پیدا کنن چه خبره از روز یه گیرای علکی دیگه اصلا 10-7 گیر داد بعد جفت شهروند بودن من به 8 گیر دادم نمیدونم بین 1 و 8 یکیشون مافیاست جفتشون هم خوب بازی کردن نذاشتن 8 تا پای رایگیری آوردید ولی مافیا بود طرفش مافیایی بود دیگه ولنشو گو کارگاه سلام منو نگیره سلام اینو بگیره مشکوک بود 8 مشکوک بود 4 یکم اومد اینجا الان واسه همین شب توی آرا همراه چون وضعیت قرمز بود گفتن رأی ندین احتمال داره اونم مافیا باشه کره گرفتم واقعا نفهمیدم چی از بازی حالا به نظرت کمکی کردی خودت بشه با عنوان شهروند که بودی نه واقعا ضعیف بودی نتونستی بکنی ضعیف رقابت به عنوان فینال چطور بود بازی واقعا سنگین بود بعد من کلا با نقشه بدون توانایی خوب بازی نمی‌کنم شهروند ساده بودم یک دور صحبت می‌کنید 25 ثانیه با چالش از شماره 5 به این سمت بفرمایید. چالش برمیگردونی؟ برمیگردونی؟ برو.
بچه ها دیروز شماره یک تو دفاعیه، شماره چهار تو دفاعیه، قطعا مافیا تو دفاعیه بوده که نمیدونم سو استفاده بکنن، یکی ها بندازن بیرون بچه ها تیرش رو بزنن بازی تموم بشه. دیدی نوام شهروند بود با اون شهرونده با من شهروند روز یک به تو رای دادیم دیگه از رو کنن. تو مگه نمیگه اول موضوع رو جلال شروع کردی؟ چرا بهش رای خروش نهدی؟ چرا فقط شهرونده داده؟ بچه ها چهار مافیا بفرمایید. جلال مافیا یک مافیا بفرمایید. جلال مافیا یک مافیا، مرصاد مافیا چجوری شد؟ آره با جیم هم مافیاییم، تو شهروندی فقط هممون کارت مافیایی گرفتی. شما به نظرم مافیایی؟ من احساس میکنم بچه شهریار هم مافیایی. من چین ذهنیم داره میگه شهریار مافیایی. چی؟ شهریار هم مافیایی. مرسات فقط این شات شماره 9 به نظرم از دست تو برمیاد. بفرمایی نفر بعدش. بعد از من شماره 6 شو بده باید تو میرسه. ببین مافیا خیلی ترسوه. من میخواستم که 9 شهر چی مافیا هست، ولی مافیا 3 تا بودن دیگه، میتونستن راحت بیان کنار شماره 9 به من رای بدن. من فکر میکنم یا واقعا ترسوهن یا یکیشو از یارشون تو بازی بود، تو دفاع بود مثل پارسا رای ندادن. واقعا من بازی رو در نیاوردم. به نظرم 5 مافیا بود که کابل. متشکرم. بچه‌ها این استدلال من منطقی نیست. دیروز که میتونن یکی از بازی هول بدن بیرون شب تیر بزنن بازی تموم بشه، یه نفر که کار مشروط کرده فقط یک رای میاره. مرسا دو تا شهروند من به تو رای دادم. میگم مگه شما یک و دو نمیگفتید سه قطعی از بازی میندازن قند میخواستی بگیری؟ الان اینجوری نشسته اینه بخچه منو نگام هیچ کاری به سه نداری. بفرمایید دوستان. چالش بذار ایشون صحبت کنه بعد از من. ببینید دوستان میدونید فکت مافیایی، دلیل مافیایی تو چیه؟ ببین تو داری میگی ما سه تا شهروند به اون رأی دادیم، تو داری میگی ما سه تا شهروند به اون رأی دادیم، بعد داری براش توضیح میدی میگی 8 و 4 با هم مافیا. بچه‌ها شکیب قطعاً مافیا است. من چند روزی دارم رو تو پارو میزنم. شکیب مافیایی بازیه دوستان. خب من صحبت کنم. بچه‌ها یک خروجی میخوان بود من بازی کنم. بچه‌ها میبازین دیگه. فوقش من میشم مقصر باخت شهرت. آقا دو تا یارشو با دست من نشون میدی بی زحمت. خب چرا ما تو تر صحبت برای چی نگفتی فشکی قطعاً مافیا؟ امروز با من بازی می‌کنی پارس سه بره بیرون، با من ارسال بازی می‌کنی سه بره بیرون. چه مو سه خود یارو نگفتی؟ بفرمایید صحبت کن برسا. بچا من الان اصلا گنگ گنگم، اون شهروندی نیستم که بخوام الان مافیا 100 در بیارم. خب ولی استدلال بازی رو ریزه ریزه میگم به کمک شهر میاد. شماره 3 چالش اول بازی گفت 9 و 10 با هم مافیا، 9 و 10 جفتشون شهروند بودن دیگه. الانم نمیدونم سه به نظرم مافیا. من هم نوبت دو نیست. نوبت منه ببخشید. من برگام شماره 6 شکیب. من دو روز پیاپی به ایشون رای دادم با سه تا رای نشسته. الان شما رو خب تو رای داری، خب منم با تو رای دادم، بعد به من بولم میشه بگی مافیا. بچه ها مرسال هم قطعا مافیا بازی کنه، چهار هم قطعا مافیا بازی کنه. چجوری نمیخواد بگیری؟ الان کاری امیر سالا تو خیلی مشکوکی، یعنی تو چنج زنیدی نگه من مافیا. چالش شماره 3 شرفند قطع من. آقا چه اتفاق بعد من اینجا همه رخ خال خرسه گرفتین موافق این داداش ما اوکیم اوکیم. روز یک بازی مگه من نگفتم مرساد تو 10 و مافیا داری 9 داره 10 میزنه، حق شرفند کردن 3 رو ندارین. الان تو وضعیت قرمز چی شد؟ 6 نفر آقایی که تفنگ زده اینو گردن گرفته. شماره 5 تو معتقدی شرفندی هستی که تونستی موجو از رو شرفندی که با تفنگ یک شرفند زده بشکنی؟ من گوز نه. آقا چطوریه که همه کسایی که الان میگن جلال مافیاست با همراه جلال میگن من قطعا شهروندم؟ بچه شکیب تو قطعا مافیا یارتمونه. یارتمونه آره. من یارم رأی بر خودم میخرم. تو قطعی مافیایی. فقط شکیب امروز میره بیرون. شکیب تو قطعی مافیایی. بفرمایید. صحبت. بچه ها گوش کنید، سه که من تو معارفه گرفتمش اساتید دوبار رأی دادم بهش نیومد. یارش مرساد توی این وضعیت بازی مجبور طرف یارشو بفروشه. الان اون که کارت شهرونده به این جلال یک شهروند رو زده با یه دونه رأی شماره 9 نشسته. من اگه صبح بلند میشم 9 رو میخواستم تارگت کنم، چون 9 به مرساد میگفت مافیا باش رأی داد به بفرمه. من تو وضعیت قرمز خواستم 9 بدم بیرون، تو میخواستی تازه تارگتش کنی؟ اتهام بابا برم کن. تو اگه شهروندی داری گند میزنی تو بازی من، از اول خراب کردی بازی من، فقط تارگتت رو گذاشتی رو من. اگر شهروندی دنده عقب بگیر اینجای بازی، داری طرف بندی میکنی، ساید بندی میکنی داخل بازی. شماره 5 یه شهروند منه، شماره 2 تو داری میگی 3 مافیاست
بعد من یارشم، سه داره میگه شکیب مافیاست، منم میچسبم، هر کی مافیاست من کنارش مافیام. بفرمایید نفر بعد. چالش برای آقای شماره 5 بعد از من. سه روز بازی میگی یک مافیا، الان میگه اگه شهروندی منو ول کن. اصلا میفهمی یعنی یا بعد گریز به حال این شهر که تو شهروندشی بدون هیچ استدلالی شم. بچه ها من الان احساس میکنم، میگم مگه تو نمیگی که من دارم رای میخرم، این که یارت به من رای میده. بچه ها تو الان فقط برایند بازید، من شهروندم، روز سه تو اومدی فینال بازی میکنی. بچه ها آقا جلالم تی بچه ها سعادت شهرونده رای داده با آقا جلال، سه تا مافیا رو میرن میره بیرون. بفرمایید مرساد مافیا، جلال مافیا، یک مافیا بین یک و سه. بفرمایید آقا زمانتون تموم شده. آقا یه لحظه گوش بده آقای رفت جلال، حالا ویل کن شما، ولی من سه رو از همه مشکوکتر می نگاه تو این وضعیت هست، تو باید اقوی چین سه نفره داشته باشه دیگه. زنجیره تو... بله؟ زنجیره، زنجیره سه نفره باید داشته باشه دیگه. حاجی یعنی سه نفر چهار نفر همزمان دارین میگین مرساد تو موقع دفته، یعنی یه نفر نیست که بتونه از رو مرساد هم بزنه بگه آقا نه تو قطعا شد. شما متشکرم. رای گیری میکنیم، رای گیری برای پارسا. بایستید آقای پارسا. شهریار، احمد، جلال، امیر سالار، شکیب، مرساد. سه نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره های 3، 4 و 8. آقای احمد دفاع کنید. بچه ها من قطعا شهروندم. آقای جلال شما با تفنگت یه شهروند زدی، الان هم داری تارگت فورست من شهروندم. اتهام اصلی. تارگت اصلیت من شهروندم. بچه ها من قطعا شهروندم. شکیب من دلایل تو رو آوردم. تو اومدی دلیل شهروندی اینو آوردی، بعد بهش گفتی مافیا، من دلیل تو رو آوردم. بچه ها من قطعا شهروندم. مگه میشه 5 نفر تو این وضعیت به من رأی بدن؟ 5 نفر یهو تو روز قرمز یهو هر 5 تا تو مینا چسید من مافیا؟ بچه ها من شهروندم. شما به نظر من میتونی مافیا باشی. متشکرم. قطعاً مافیا به من رأی بده. تو به من رأی بده. بیستید و دفاع کنید. ببینید شماره 5 عرفان هم خواست کاور حوایت مرساد رو بگیرش. الان که این ساعت رو پایین ببینید اگه شهر بواز مرساد مافیا باشه به تو باخته که حمایتش رو گرفتی. من خودم روز اول بهش مخواستم رأی بدن، رأی ندادم. الان هم گمانه تو دفاع. ببین من شماره 1 مافیا دارم، شماره 3 مافیا دارم، همه تون مافیا دارم. واقعا بخوام حرف بزنم خیلی زمانی بره، ولی واقعا شهر بد بازیگر. آخرش میخواید اینه یا کریم بغض کنید این وسط که اینجوری شده. متشکرم. آقای شکیب میخواید دفاع کنید شما. آقای مرساد بایستید و دفاع کنید. ببین من اصلا کاری ندارم امروز کی میخواد بره بیرون. خب هر چیزی اتفاق میفته باید اون 4 تا شهروندی که داخل بازی هستن با هم رأی بدن. درسته؟ یعنی اگر هر اتفاقی به جز این بیفته شهروند میبازه. آخرش هستم من شهروند بازیم، من مافیای بازی نیستم. مافیا بودم پرروتر از این حرفا بودم، رأی میدادم. رأی میدادم اگر جلال شهروند بود میرفت بیرون، اگر شماره 9 چیز بود من 9 نگه میداشتم، 9 میکردم بیرون. ببین من شهروندم، کی بره بیرون؟ نمیدونم، من واقعا نمیدونم کدوم شهروند. باختیم دیگه. متشکرم آقایون. بایستید. شما به هم حق رأی دارید. رأی گیری مجدد برای احمد، جلال، مرساد. آقای جلال کلام آخر. کلام آخر من مافیا، مرساد من مافیا داشتم. شما به نظر قطعا مافیا. آقای جلال بعد دفاع کردم، شهر ما شکست خورد. رئیس مافیا بیسته ناتو گروگانگیر دارم شما رسته رو مافیا. خسته نباشید دوستان پشت صحنه تشریف بیارین، عالی بودیم. کرم آقای شکیب و دفاع کن. اتهام میذاریم وقتی شهروندی. من هیچ اتهام مافیایی نداشتم. از روز اول میگفتی جلال مافیا، جلال مافیا. خب جلال مشکی سه نفر قبل اصطبال کرد، گفتی ایور مافیا نمیرم، ایور مافیا دارم. ستاش قبل مافیا بود. من روز دو بازی من بازیمو در آوردم، من بازیمو در آوردم. شهروند باعث شد من بازیم خراب بشه. واقعا خیلی ناراحتم، خیلی ناراحتم از این بازی. همه شهروند استدلال مافیایی داشتن، همه شون داشتن.
آقای جلال میگه شهرونده منو شهروند خونده، دو تا اتهام داره، هم سه، هم شماره 7، هم شماره 7 میگه. چرا سه رو نمیزنی؟ برام میشه ما، چون من سه رو قطعی مافیا داشتم. آقا من خندم میگیره به خود، من هر موقع من هر دکمه میزنم مافیا میفته، من نمیدونم چه جوریه، دستم اصلا سنگینه. من دیدم اینا، گفتم دوباره با احمد احتمالاً 1 یا 7 چشم باز میکنم. برای همین اول صحبتم گفتم تو هست شهروندی میگیرم، به تو گفتم من تو رو قند تو میگیرم. خب بهش رای هم دارم، بازی کلا شده و 2 سال عشقی نشد. من خواهم خیلی ناراحتم، اینو خیلی ناراحتم الان بده. من باید چیزی بگم با هم صحبت بشیم. عشق برو از این آفیلی بگیم، من فایده ندارم. روز معارفه 3 رو مشکوک داشتم، این از این 8 هم مشکوک داشتم. دم 8 که به این گیر نداده، مرسادی که به این گیر نداده مافیا. اون هر چی باشه مرساد خیلی مافیا بود. حاجی من خیلی بد بود. خیلی مافیا قبول داری؟ یه دونه شهروندم اشتباه بود. ببخشید داشتم ندیدم شب. من دیدم رونده بود. شهروند میگم دو رو رونده. من با تو رو کردم شهروند، با تو رو هر دارم به سه. خب من تو رو که میدونستم مافیا هم عوارض تو. یعنی من یعنی من مافیا با تو شهروند به یارم رای دادم. رای نداده تو. منو تو من به این دو روز پیاپی من به این رای دادم با شهروند. آقا من خودم میدادم وسط، این نونه هاست میخوره، بعد میبینم داره موج رو من تقویت میکنه، میگم بابا 5 نفر رو من رأی یک دادم تو برجای ده برمه. کارگاهی هم بلند کردم برای شکلی نشد کنم، خب خدای شد بردیم. من فکر میکردم شهرمند بشم تو سینما، از این حالا قسمت ما فصل 11 به طور کلی از نظر من فصل متوسطی بود، خیلی نمیشد فصل قوی بهش نگاه کرد. فصل 11 به همینجور که اولش هم گفتم فصل پدیده ها بود، یعنی بسیار زیاد کسایی اومدن که قبلا بودن، ستاره بودن، درخشیدن و در حد خودشون ظاهر نشدن. یعنی خودشون رو اگه با خودشون مقایسه کنیم از خودشون به شدت ضعیف‌تر بودن. فصل 11 واقعا فصل پدیده ها بودش، یه سری پلیر ها و بازیکن های خیلی خوبی بودن که حتی تو همون بازی اول حذف شدن، یه سریاشون هم بودن اومدن تو مراحل بالاتر ولی نتونستن بیشتر از اون بیان. واقعا ما همون اولش گفتیم فصل 11 فصل ستاره هاست. من تو شروع فصل گفتم این فصل پدیده هاست، فصل آجاکس. خدا شکر این اسم روی این فصل مون. به نظرم فصل نوظهور ها بود، ما بازیکنه خیلی خوبی تو این فصل دیدیم، شاید بازی های خیلی درخشانی نده باشیم اما فردی بخوایم بررسی کنیم ما بازیکن های خیلی خوبی دیدیم. کلید واژه فصل بخوام بگم، خیلی سریع انتخاب کردم، به نظرم نوسانه. یعنی فصلی بود که بعضی بازیش خوب بود، بعضی بازیش ضعیف بود، بعضی بازیش متوسط بود. ساده با سطحی یکم فرق داره. چند تا بازی بچه‌ها ساده دیدن خوب بازی کردن ولی حتی این بازی همون بازی اول حذف شدن سطحی دیدن. یه سریاشون هم بودن اومدن تو مراحل بالاتر ولی نتونستن بیشتر از اون بیان. شد ما همون اولش گفتیم فصل 11 فصل ستاره ها. من تو شروع فصل گفتم فصل پدیده است. بینندگان عزیز، با رقابت نهایی فصل 11 در خدمتتون بودیم. امیدوارم که از این رقابت لذت برده باشید. باعث افتخار گروه سازنده است که در فصل 11 از سراسر کشور عزیزمون شرکت کننده داشتیم. به زودی با فصل 12 میهمان خانه های شما عزیزان خواهیم بود. خیلی سریع افتخار خودتون به نظرم نوسان راه ما بودن. بعد گروه سازنده مسابقه شهروند مافیا اراده ضعیف بود، بعضی بازیش متوسط.